بر شما بینندگان عزیز، من ایرج طاهری هستم، معلم موسیقی. بنا شد که از امروز در این تلویزیون تصویر ایران به عزیزان، به شما علاقمندان موسیقی یاد بدم. خب دیگه از مقدمه کم میکنیم، شروع میکنیم به شروع تدریس. خب قبل از هر چیز، قبل از اینکه موسیقی را یاد بدیم، هر کاری را قبل از اینکه شروع بکنند باید یک تعریفی در اون رابطه کرده باشن که گوش شما، ذهن شما آشنا بشه. میخوام موسیقی رو براتون اول تعریف کنم که چی هست. قبل موسیقی تعریفش اینه که صداهایی که به گوش انسان خوشایند باشد را موسیقی گویند. این تعریف موسیقی است، صدایی که به گوش انسان خوش بیاد. آدم موسیقی یک زبانه، مثل همه زبان ها، فرانسه، عربی، اسپانیایی، ایرانی، فارسی، همه چی موسیقی. موسیقی هم یک زبان، منتهاش زبان موسیقی زبانی نیست که مستقیم من بگم شما بفهمید یا شما بگید من بفهمم شما چی میگید. بیان و زبان احساسه. حالتهای مختلف و گوناگون انسان را به صورت صدا منتقل میکنه، میشنوه و میگه، میزنه، مینوازه و شنونده میشنوه. احساسشو به وسیله صدا منتقل میکنه. خب بنابراین موسیقی هم پس یک زبانه، مثل زبانهای دیگه، خوندن داره، نوشتن داره. زبان موسیقی دو تا فرق بزرگ داره با زبانهای دیگه، فرقی که حسن موسیقی را میرسونه. فرق اولش اینه که 7 تا بیشتر الفبا نداره، مثل زبانهایی که مثلا 28 تا 32 تا، نمیدونم ژاپنی هم 1000 چقدر الفبا داره، این فقط 7 تا الفبا داره. خیلی خوبه دیگه، آسون، کار ما را آسون تر کرده. فرق دومش این که خیلی اهمیت داره از نظر من، این که تمام مردم دنیا با یک زبان میخونن و مینویسن. ای کاش یک زبانی بود غیر از زبان موسیقی که مردم، همه ملت دنیا، انسانهای دنیا به یک زبان صحبت میکردن، که اون وقت دیگه هیچ مشکلی بین انسانها هرگز نبود. مشکل مردم این هست، مشکل انسانها این هستش که زبان همدیگه را نمیفهمن. اگر زبان همدیگه را بدونن مشکلاتشون حل میشه. ولی موسیقی خوشبختانه این حسن داره که تمام ملیت‌های دنیا به یک زبان میخونن و مینویسن. خب من الان میخوام شروع کنم الفبای موسیقی را برای شما بگم از اولش، و شما تو خونه که نشستید، همون جایی که تو خونه نشستید شما میتونید موسیقی یاد بگیرید، به شرط اینکه مو به مو حرفایی که میزنم رو گوش کنید. احتیاجی هم نداره برید کلاس، از همون جا میتونید شما موسیقی یاد بگیرید. خب با اجازتون میریم روی تابلو و شروع میکنیم موسیقی رو به شما درس میدیم.